سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوایم این پنکیک فوق‌العاده خوشمزه و راحت در عین حال بسیار لطیف و عالی رو با هم دیگه درست کنیم. خوشحال میشم که تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای شروع ابتدا شیر رو به همراه شکر داخل ظرفی ریخته، بهش نمک، تخم مرغ و وانیل رو هم اضافه میکنیم و چند دقیقه با همزن دستی خوب هم میزنیم تا ذرات شکر تقریبا حل بشن. من اینجا از وانیل مایع استفاده کردم. شما میتونید هر نوع وانیلی که در منزل داشتید استفاده کنید. بعد هم 3 قاشق غذاخوری روغن مایع رو بهش اضافه می‌کنیم و مجدداً چند دقیقه دیگه با همزن دستی هم می‌زنیم. در آخر هم آرد رو به همراه بیکینگ پودر روی مواد علک می‌کنیم و با همزن دستی چند دقیقه هم می‌زنیم تا یک ترکیب کاملاً یک نواختی به دست بیاد و هیچ گلوله آردی داخل مواد باقی نمونه. غلظت مواد باید در آخر به این اندازه باشه. اگر سیف بود میتونید یکمی بهش شیر اضافه کنید، ولی اگر شل بود یکمی بهش آرد اضافه کنید. در آخر هم روی ظرف رو میپوشونیم و به مدت نیم ساعت بهش استراحت میدیم. یک تابه نچسب رو بر می‌داریم و به مدت 10 دقیقه روی حرارت ملایم قرار می‌دیم تا کاملا داغ بشه. سپس به اندازه یک ملاقه از مواد پنکیک رو داخل تابه می‌ریزیم. من از ملاقه استفاده کردم تا مقدار موادی که داخل تابه می‌ریزم همه به یک اندازه باشن. شما می‌تونید به سلیقه خودتون پنکیک‌های بزرگتر یا حتی خیلی کوچکتر از این رو درست کنید. همینطور که تو فیلم مشخصه، این پنکیک روی حرارت شروع میکنه به حباب زدن و وقتی که دیگه هیچ حبابی تولید نشد، یعنی زمان اون رسیده که پنکیک رو برگردونید تا طرف دیگه اون هم سرخ بشه. بعد از چند دقیقه وقتی طرف دیگه هم برشته شد، این پنکیک خوشمزه ما آماده هست و داخل ظرف سرو میگذاریم و به دلخواه تزیین میکنیم. این نکته در نظر داشته باشید تا پنکیک ها داغ هستن روی همدیگه نذارید تا خمیر نشن. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. حتما این پنکیک هتلی فوق‌العاده خوشمزه و راحت رو درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان بفرمایید. لایک و سابسکرایب نیز فراموشتون نشه. لطفاً نظراتتون رو برام کامنت کنید. تا آموزش یه خوشمزه دیگه، خدایا رو نگهدارتون.